قسمت 37. وقتی خواستیم سوار ماشین بشیم، کاوه آروم گفت: بهزاد، پول برات آوردم. بازم بهت میگم، حرفام که یادت هست. به مادر فرنوش بگو که همه چی داری، خونه، زندگی، پول. نترس، بقیهش با من. صورتشو بوسیدم و گفتم: کاوه جون، من نمیتونم دروغ بگم، هرچی خدا بخواد همون میشه. فریبا گفت: به به، عروس خانومم تشریف آوردن. ماشین فرنوش بود که از سر کوچه پیچید و اومد جلوی ما. پیاده شد و سلام کرد. گفتم: سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه مهمون ندارین؟ فرنوش گفت: از این به بعد باید همیشه کت شلوار بپوشی و کروات بزنی، خیلی بهت میاد بهزاد. گفتم: ممنون، اما تو اینجا چی کار میکنی؟ فرنوش گفت: اومدم دنبال تو. گفتم: من که خودم میومدم. کاوه گفت: داشتیم با هم میومدیم، یعنی میخواستیم برسونیمش منزل شما. فرنوش گفت: شما هم تشریف بیارین، منزل خودتونه. فریبا جون، کاراتو بکن بریم. فریبا گفت: قربونه تو، اما باشه، در یه فرصت دیگه، الان مناسب نیست. فرنوش گفت: در هر صورت تعارف نکنی، اگه بیاین خیلی خوشحال میشیم. کاوه گفت: خیلی ممنون، انشالله عروسیتون میاییم خدمت میکنیم. فرنوش گفت: خیلی ممنون، پس بهزاد و من میبرم، دیگه شما زحمت نکشید. کاوه گفت: برید به امان خدا، انشالله همه چیز خوب و عالی باشه. خداحافظی کردیم و سوار ماشین فرنوش شدم و فرنوش حرکت کرد. برگشتم و در حال حرکت یه نگاه به کاوه کردم. داشت به طرفم فوت میکرد، داشت برام دعا میخوند. سرمو برگردوندم و به فرنوش گفتم: نگفتی برای چی اومدی دنبالم؟ فرنوش گفت: راستشیان به فکرم افتاد که نکنه خجالت بکشی و نیای، این بود که اومدم دنبالت. گفتم: مامان چیزی نگفت؟ فرنوش گفت: چرا، پرسید کجا میری؟ گفتم میخوام برم تو رو بیارم. بهزاد، یه چیزی میخوام بهت بگم. گفتم: چیزی شده؟ فرنوش گفت: نه اصلاً، فقط میخوام بدونی هر چیزی که اتفاق بیفته، من دوستت دارم و تو مرد منی. من فقط زن تو میشم. خیالت از بابت من راحت باشه. محکم باش و حرفتو بزن. من و پدرم با توییم. گفتم: فرنوش جان، آهنگت خیلی قشنگ بود. همونطور صدات. اگه نوار خراب نشده باشه خوبه، چون 20 بار پشت سر هم گوش دادم. فرنوش گفت: جدی خوشت اومد؟ گفتم: هر چیزی که کوچکترین ارتباطی به تو داشته باشه برای من قشنگ و عزیزه. صدا و آهنگت که دیگه جای خودشه. راستی، جلوی گل فروشی نگهدار کار دارم. فرنوش گفت: نه بهزاد جان، چه کاری، گل لازم نیست که. گفتم: چرا چرا، دست خالی خوب نیست. یه سبد گل قشنگ خریدم و بعد رفتیم خونه فرنوش. وقتی پیاده می شدم صدای ضربان قلبمو می شنیدم، اما حالا دیگه وقت گوش کردن به این صحبت ها نبود. دوتایی رفتیم تو. سالن پر از مهمان بود. دختر و پسر، زن و مرد. چه لباسایی، چه بوی اتکلونی، چه جواهراتی. سالن مد توی یک کشور اروپایی اینطوری نبود. اولشی آن خودم رو حسابی باختم. دم در سالن مکس کردم. فرنوش گفت: چی شده بهزاد؟ گفتم: هیچی، چیزی نشده. فرنوش گفت: پس چرا وایسادی؟ خندیدم و به مهمونو اشاره کردم و گفتم: انگار ضیافت یکی از پرنس ها در اروپای قرن 18 و 19 است. فرنوش گفت: بیا تو، دست و پاتو گم نکن. بعضی از اینا فرق الف و با ب نمیدونن چیه. تو خیلی از اینا سرتری. به ظاهرشون نگاه نکن. خندیدم و دوتایی وارد سالن شدیم. اولین کسی که جلومون سبز شد خاله فرنوش بود. گفت: به به، شادوماد، تعریفتون رو خیلی شنیدم، مشتاق زیارتتون بودم. قدمتون رو تخم چشم، بفرمایین، صفا آوردین. پسرم خیلی چیزا از شما برام گفته. بفرمایین در خدمت باشین. کاش که زودتر خبر میکردین، جلوتون گوسفند بزنیم زمین. گفتم: سلام، بنده هم از آشناییتون خوشبختم. حالتون چطوره؟
خاله فرنوش گفت به پای حال شما که نمیرسه، اما خوبیم، مرسی. فرنوش گفت ببخشید خاله جون، اجازه میدین بهزاد رو با مامانم آشنا کنم؟ خاله گفت بفرما، منزل خودشونه، با ما که غریبی میکنن، شاید با آبجی مهربون تر باشن. گفتم عذر میخوام، با اجازتون. را افتادیم. همه بدون استثنا برگشته بودن و ما دوتا رو نگاه میکردن. نمایش عجیبی بود. پدر فرنوش اومد جلو و به من خوش آمد گفت و دستم رو فشار داد و گفت نگران نباش، اولش همیشه همینطوره، بعد همه چیز درست میشه. ازش تشکر کردم و به طرف بالای سالن رفتیم که مادر فرنوش روی یه مبل استیل شیک و بزرگ مثل ملکه ها نشسته بود. وقتی جلوش رسیدیم و فرنوش منو معرفی کرد، از جاش تکون نخورد. از حالت چهرش نمیشد فهمید که چه جور آدمیه. یه سری تکون داد و به هم اشاره کرد که روی یه مبل کنارش بشینم. نشستم. وقتی به فرنوش نگاه کردم، داشت لبشو گاز میگرفت. صورتش سرخ شده بود. یه لبخند بهش زدم، اونم با لبخند جوابمو داد. مادرش گفت فرنوش جان، شما به مهمونا برس، من و این جوون باید بیشتر با هم آشنا بشیم. فرنوش با اینکه اصلا دلش نمیخواست که منو تنها بذاره، اما ناچارن رفت. یه کمی که گذشت مادرش به هم گفت شنیدم دانشجوی پزشکی هستی، درست چطوره؟ از طرز حرف زدنش بدم اومد، اما نمیخواستم که شروع چیزی با من باشه. گفتم بله، دانشجو هستم، درسم هم بد نیست. مادرش گفت شنیدم پدر و مادر توی تصادف مردن، درسته؟ دندونم روی هم فشار دادم که یه دفعه چیزی از دهنم نپره بیرون. گفتم بله، پدر و مادرم در یک حادثه فوت کردن. گفت خدا همه اسیران خاک رو بیامرزه. حالا یعنی بزرگتری کسی رو نداری؟ گفتم خیر. چند تا از اقوام هستن که نسبت دوری با من دارن و زیاد رفت و آمد نمی کنی. گفت کجایی هستی؟ اصلا مال کجایی؟ گفتم همین شهر. گفت یه چیزی بخور، یه پرتقال پاره کن و بخور، پرتقالاش خوبه. گفتم چشم، خیلی ممنون. بعد بلند داد زد و گفت سغرا خانوم، سغرا، یه چایی بده اینجا. بعد رو به من کرد و گفت خوشم اومد، سلیقه فرنوش هم بد نیست، از اون قیافه‌های زن پسند داری، قد و هیکلت هم بد نیست، درآمدت از کجاست؟ کی خرجتو میده؟ نگاهی بهش کردم. یه گردن بند گردنش بود که وقتی تکون میخورد از شعاع و انعکاس نورش چشم خیره می شد. شاید 2-3 میلیون تومان قیمتش بود. گفتم یه مقدار پول تو بانک دارم، حساب سپرده است، از بهرش زندگیمو می گذرونم. گفت انقدر هست که دست زنتو بگیری و ببری تو خونت و دستتو پیش کسی دراز نکنی؟ سرم انداختم پایین. سهرا خانم برام چای آورد. برداشتم و ازش تشکر کردم. سرمو به خوردن چای گرم کردم. چشمم تو مهمونو به فرنوش افتاد که با چشمای نگران و قشنگش از دور من نگاه میکرد. بهش خندیدم که دلش آروم بشه که خانم ستایش گفت خوشگله نه؟ گفتم کی؟ گفت دخترم، فرنوشو میگم. گفتم بله. ایشون دختر بسیار قشنگی هستن، هم قشنگ، هم مهربون، هم خانوم. یاد حرف کاوه افتادم که می گفت هر کی دفعه اول ببیندش و از پوست صورتش تعریف نکنه. خندم گرفته بود. گفت خیلی زحمت کشیدم تا اینقدر شده، نگاش کن تو تمام دختره فامیل تکه. گفتم درست می فرمایین. گفت شنیدم سر یه تصادف براش خیلی مایه گذاشتی. گفتم چیز مهمی نبوده. گفت خب درسته، بیمه و دیه رو برای همین وقتا گذاشتن دیگه.
همون کار تو هم خوب بوده که قاپ فرنوشو دزدیدی. برگشتم نگاش کردم. صورتش یه چیزی از صورت فرنوش بود. شاید حدود 40 سالش می شد. برخلاف اون چیزایی که کاوه گفته بود، اصلا چاق و بدهیکل نبود. احتمالا با کلاسای لاغری و لوازم آرایش آنچنانی و دکتر پوست خیلی سر و کار داشت. لباس یه دختر یا زن 27 ساله رو پوشیده بود. با جواهراتی که استفاده کرده بود، میشد گفت که زن قشنگیه. دوباره سرمو انداختم پایین. یه دقیقه بعد دوباره پرسید: چقدر بهره بهت میدن؟ گفتم حدود 30,000 تومان. گفت این که خیلی کمه. باید یه فکر حسابی برات بکنم. خونه چی؟ خونه داری؟ گفتم نه. یه اتاق اجاره کردم، توش زندگی میکنم. مادرش گفت: یعنی حتما ماشینم نداری؟ گفتم نه خیر، ماشین ندارم. گفت: حالا چرا اینقدر با من غریبه میکنی؟ حتما فرنوش از من پیشت بد گفته. گفتم: فرنوش؟ در مورد شما؟ اصلا. گفت: چرا، میتونم. دختره امروزی رو اگه جونتم واسه شون قربونی کنی میگن کمه. گفتم: دختره امروزی رو نمیدونم، اما فرنوش خانم هیچ وقت در مورد شما چیز بدی نگفته. در همین موقع یه خانم دیگه تقریبا هم سن و سال مادر فرنوش به طرف ما اومد. تا رسید گفت: فری، حکیم جوجه خروس تجویز کرده؟ مادر فرنوش بهش یه اشاره کرد و گفت: ور به پریملی، ایشون خواستگار فرنوشه. بعد رو به من کرد و گفت: این دوست زمان دختریای منه، اسمش ملی هست، بهش میگیم ملی. بلند شدم و سلام کردم. ملی گفت: بشین عزیزم، راحت باش، چطوری، خوبی؟ ازش تشکر کردم و تو دلم جای کاوه رو خیلی خالی کردم. ملی گفت: عزیزم، چرا تنها اومدی؟ گفتم: قبلا خدمت خانم ستایش عرض کردم. پدر مادرم در یه سانحه عمرشون رو دادن به شما و اینه که تنها خدمت رسیدم. ملی گفت: خدا رحمتشون کنه. ببینم، تو دم و دستگاه دوستی، رفیقی، فوتوکپی خودت نداری؟ مادر فرنوش گفت: ایوا خاک تو گورت ملی، ایشون تازه به ما رسیده. نمیدونه که تو شوخی میکنی. یه دفعه بهش بر میخوره. برو دنبال کارت. به فرنوش بگو بره ترتیب شامو بده. زف کردن مهمونا. خندم گرفته بود. این ملی خانومم انگار یکی بود مثل کاوه خودمون. وقتی ملیه خانوم با یه خنده شیطنت آمیز از ما دور شد، مادر فرنوش روشو به من کرد و در حالی که میخندید گفت: از دست ملی ناراحت نشی، یا این خلقش اینطوریه، با همه شوخی میکنه. گفتم: اختیار دارید، منم یه دوستی دارم که خیلی شاد و سرزنده است. مادر فرنوش گفت: خب اینجا که نمیشه حرف زد، نشونی تو بده، فردا بعد از ظهر ساعت 3 میام که با هم حرف بزنیم. تو این خونه 20 صاحب مونده نمیشه دو کلوم حرف حسابی با یه نفر زد. آدرسم بهش دادم. قرار شد ساعت 3 بعد از ظهر فردا بیاد خونه من. پس حرفا هنوز مونده. ای کاش همین الان جوابمو میداد که این شب دیگه اسیر دلهوره و سرگردونی نباشم. ظاهرن زن بدی نبود، اما خب قرار بود من دامادش بشم. حق داشت با فکر و تأمل تصمیم بگیره. در همین وقت یه خدمتکار اومد و اعلام کرد که شام حاضره. از مدعوین خواهش کرد که به سالن غذاخوری برن. یه آن تا دوروبرم رو نگاه کردم، دیدم تنها تو سالن نشستم و کس دیگه غیر از من اونجا نیست. بلند شدم و رفتم وسط سالن و داشتم با خودم فکر می کردم که اگه استیک بود کاردو با کدوم دست راست بگیرم و چنگال و دست چپ. سوپ رو باید با قاشق بزرگ بخورم. اول حتما اردور میارن. من که تا حالا اردور نخوردم که بدونم چیه. خدا کنه از اون غذاهای خارجی عجیب غریب نباشه که آبروم جلو همه میره. اون وقت میگن داماد بلد نیست سر میز شام بشینه. تو همین فکر بودم که رسیدم دم سالن غذاخوری
که یکی از آقایون مهمان با دهن پر از غذا داد زد و گفت بهزاد جون برس، اینا ته میگو رو در آوردن. جوجه کبابی که دیگه نگم برات. یکی دیگه داد زد آی که اگه دیر به جنبی امشب باید سر گشنه زمین بذاری، بوده که غذاها تموم شد. این قاسم که یه سیخ کوبیده رو داره به زور میتپونه تو گوشش. یه لبخند تحویلش دادم و همونجا وایسادم. چند لحظه بعد از اون سر میز فرنوش با یه بشقاب پر از غذا در حالی که صورتش سرخ شده بود به طرفم اومد و گفت بریم بهزاد، تو سالن راحت تریم. بعد به سهراب خانم گفت که برامون نوشابه بیاره. دوتایی نگاهی به مهمونا که پشتشون به ما بود و مشغول کشیدن و خوردن غذا بودن کردیم که فرنوش گفت قوم مغولن نه؟ بهش لبخند زدم. سرخی صورتش از خجالت بود. با هم رفتیم یه گوشه سالن و دوتایی نشستیم. فرنوش گفت دوتایی از یه بشقاب. باشه؟ گفتم باشه، خیلی عالیه. فرنوش گفت باید عادت کنی. ازدواج که کردیم نباید زیاد ظرف کثیف کنیم. شستنش سخته. گفتم خودم ظرفا رو برات میشورم. عادت دارم. فرنوش گفت شوخی میکنم. فکر نکن که من دختر ناز پرورده ایم و کار کردن بلد نیستم. گفتم حیف این دسته قشنگت نیست که با ظرفشویی این چیزا خراب بشه. به هم خندید و گفت مامانم بهت چی گفت؟ گفتم چیز خاصی نگفت، فقط یکم در مورد خودم و زندگیم و درسام صحبت کردیم. فرنوش گفت بهزاد خواهش میکنم به من حقیقت رو بگو. گفتم باور کن فقط همین حرف رو زده شد. البته گفت فردا ساعت 3 میاد خونم که بیشتر حرف بزنیم. گفت اینجا نمیشه درست صحبت کرد. خب حقم داره. شاید صلاح نمیدونه حتی جلوی تو با من حرف بزنه. تو این شلوغی که دیگه جای خود داره. احساس کردم که فرنوش ناراحت شد و رفت تو فکر. دوتایی آروم شاممونو خوردیم. وقتی غذا تموم شد، همون آقا از طرف دیگه سالن بلند گفت آقای مهندسی لحظه تشریف بیارید. فرنوش گفت شوخی های لوس و بی نمک. مرد گفت مهندس جون بیا اینجا، جون قاسم بیا. اومدم بلندشم که فرنوش گفت بشین بهزاد، این شوهر خالمه، مرد جلفی، بهش توجه نکن. گفتم آخه فرنوش جان نمیشه، زشته، الان برمیگردم. فرنوش از ناراحتی به حد انفجار رسیده بود. برای اینکه آرومش کنم گفتم تو تموم خانواده ها از اینجور آدم ها هستن، اتفاقا خوبه، باعث نشاط تو فامیل میشن، خودتو ناراحت نکن. ماها ایرانیم و خونگرم، آشناتر که بشم خیلی هم خوش میگذره. متاسفانه اولش نشد که منو به همه معرفی کنی. فرنوش گفت سعادت داشتی که معرفیت نکردم، توفه نیستن، تازه همشون کاملا تو رو میشناسن. بلند شدم و به طرف قاسم آقا رفتم و خودم معرفی کردم که گفت اختیار دارین آقای مهندس، ما ارادتمندیم. جون قاسم این یاردان قلی رو نگاه کن، انگار تیر به قلبش خورده. راست میگفت. یکی از مردا انگار موقع غذا خوردن روی پیرنش سس گوجه ریخته بود. من فقط وایساده بودم و زورکی بهش میخندیدم که مادر فرنوش اومد جلو و گفت بهزاد خان انگار فرنوش باهات کار داره. عذرخواهی کردم و با مادر فرنوش حرکت کردم که گفت خونت تلفن نداری؟ گفتم متاسفانه خیر، اما طبقه بالامون داره. میخواید شمارش رو بهتون بدم؟ مادر فرنوش گفت آره بده. اصلا میخوای یکی از همین موبایل رو بردار ببر، ما 3-4 تا داریم. تشکر کردم و شماره فریبا رو بهش دادم که دیدم فرنوش از دور بهم اشاره میکنه. رفتم پیشش. فرنوش گفت لوس بازیاشون تموم شد؟ گفتم نه بابا چیزی نگفتم بیچاره ها، شوخی میکردن. فرنوش گفت امشب خیلی بهت بد گذشت، میدونم، ازت معذرت میخوام بهزاد. گفتم اصلا اینطور نیست، خیلی هم خوب بود. راستی پدرت کجاست؟ زیاد ندیدمش، میخوام ازش خداحافظی کنم، دیگه دیره، بهتره برم. با حالت عصبی بدی گفت چه میدونم،
حتما یه گوشه یه دختر رو گیر آورده داره در گوشش پچ پچ میکنه. راست میگفت. یکی دوبار خودم دیدمش. سر و گوشش میجنبید. گفتم این چه حرفیه فرنوش؟ تو نباید در مورد پدرت اینطوری صحبت کنی. فرنوش گفت حق با توه. عصبانی شدم. تو دیگه برو. هرچی کمتر اینجور جاها باشی برات بهتره. نفهمیدم منظورش چیه.